من هاکان تاتلیوغلو هستم. منتظرتون بودیم، بفرمایید. بفرمایید از این طرف. آقای اکرام یکم دیگه میان پیشتون. اما بابام به من گفت که اون بابا نداره، مرده. مامانم هم همینو گفت. اما میبینی که این درست نیست، من اینجا هستم، من بابا بزرگتم. اما مامان و بابا به من دروغ نمیگن. شایدم قصدشون دروغ گفتن و گول زدن تو نبوده. میدونی که بعضی از آدما برای محافظت از عزیزانشون تمام حقیقت رو بهشون نمیگن، یا یکم حقیقت رو دستکاری میکنن و بعد میگن. من میگم این کارو برای خودت کردن زهرا جون. عزیزم، دوست داری یه چیزایی راجع به بابات از من بشنوی؟ آقای اکرام منتظر شما هستم، بفرمایید. زهرا اینجا چی کار میکنه؟ خدا، مگه این نوام نیست؟ خب چیش عجیبه که اینجا پیش من باشه؟ ببین زهرا جون، اون بابای واقعی که راجبش بهت گفتم اینه. به نظر من زهرا باید حقیقت رو بدونه. تو چطور آدمی هستی؟ تو چرا همچین کاری کردی؟ تو اگه آدمی، بچه تو تصاحب کن. چرا از من عصبانی میشی؟ مگه اونی که با دروغ زندگی این بچه رو خراب میکنه من هستم؟ بیا زهرا، بیا زهرا رو بگیر، با هم دیگه پدر و دختری برین یه جایی و صحبت کنین. در مورد آیندتونم میتونین بعدن با هم حرف بزنین. چی میدونه؟ شایدم زهرا چند تا سوال از مامانش داشته باشه. من الان میگم شما رو با ماشین تا هر جایی که دوست دارین ببرن. لازم نیست، ما با تاکسی میریم.
مرا. نگرانت شدم دخترم، نگرانت شدم. هاکان چی شده؟ احمد و پلین نیستن؟ نه، اونا رفتن اداره پلیس، من برم بهشون خبر بدم. ها آره، این کارو بکن. شما بیاین تو دخترم. سلام عثمان، چه خبر؟ با ایچه حرف زدم. راست میگی؟ بگو چی شد، حالش چطوره؟ گفت خوبه، یعنی خوب بود، به نظر خوب بود. گفتم الان چی میشه، یعنی بعد از این اتفاقات بازم متر رو میبینی یا نه؟ اونم پرسید که اون میخواد منو ببینی. چرا نخوام پسر، معلومه که میخوام. منم گفتم حتما میخواد، چرا نخواد. گفت پس میبینیش. آفرین به تو. خب بعدش چی شد؟ گفت فقط این چند وقت یکم سخته دیگه. درسته داداش، آره همین دیگه، فقط همین. وای قربونت برم داداش، تو چقدر خوبی. ببینم خودت حالت چطوره؟ خوبم. مسابقه داریم، باید برم اونجا. باشه، شب میبینم. واسه منم یه گل بزنی. وای عثمان هنوز نیومده. اگه اون نیاد بیچاره میشیم. اگه عثمان نیاد تیممون اصلا میپاشه. اتوبوسم اومد. وای عثمان کجا موندی ها؟ وای عثمان، قهرمان من اومد، قهرمان من اومد. چطوری داداش؟ خوب باش. زهرا خوبه؟ خوب. بگو چی شده؟ بابام واقعیت رو به زهرا گفته. چی؟ زهرا توه. مامانت اومد. مامان دخترم. عزیزم مامان، حرفاشو باور نکردم، اصلا باور نکردم. جونم عزیزم، میشه با هم بیای تو اتاقم؟ من باهات میام عزیزم. باشه باشه باشه، بیا بریم عزیزم، بیا.
اگه اکرام تایتلی اخلو با زهرا حرف زده و بهش گفته، ما مجبوریم همه چیو به زهرا بگیم و شرایطو براش توضیح بدیم. دیر یا زود میفهمید. باید زودتر این کارو میکردیم. اکرام تایتلی اخلو از ضعفمون استفاده کرد. حالا باید آروم باشیم و راجع به اینکه چجوری به زهرا توضیح بدیم با هم تصمیم بگیریم. چجوری بگیم؟ اون هنوز خیلی کوچیکه. نمیدونم، اما دیگه مجبوریم. نظر تو چیه هاکان؟ درست میگیم، باید بهش بگیم. اون یارشونه، حتما باید اونو بگیری. ای بابا تو اول اینو در بیار، در بیار زود باش دیگه. ای بابا عجب گیری دادی. بیا خوب شد بعدم با هم دیگه بسه ها؟ خوب شد دیگه. هم به همون خوش گذشت، جات خالی بود. وایسا داداش، وایسا پسر، کجا میری؟ وایسا میگم. چی کار میکنی؟ دست نمکش. این یارو جیب منو زد. چی شده؟ وایسا ببینم، میگم جیبمو زد. تو اتوبوس دوست داری؟ چی داری میگی بابا؟ تو آمد نزد. نه کار خودت. داداش زمینو نگاه کن، شاید افتاده باشه. این دوسته، من میگم این دوسته. ای بابا چه خبره؟ چی کار میکنید؟ برو پاس کن، کار خودش. این مرد جیبه منو زد. یاره دروغ میگه، تو آمد میزنه بابا. راننده برو پاس کن، این یارو دزده. میگم داره دروغ میگه، تو آمد میزنه بابا. کار منی یعنی چی؟ پلیس میگه علتت بعدش معلوم میشه. ای بابا برو شر درست کن. نه باید بریم پاس کن، بریم پاس کن. دست ده بکش بابا خیکی. معلوم نیست چه خبرشونه. این یارو دزده مردم، این یارو دزده. ای بابا ساکت چی؟ ای بابا بس کنین دیگه، الان میبرم اتون پاسگاه، اون وقت خودتون میفهمید چه خبره. من حوصله شر ندارم. میبینی تو رو خود چه گرفتاری شدی؟ به مسابقه نمیرسیم. عجب شانسی داریم. پاسگاه که اونقدر دور نیست، شاید هم هنوز به بازی برسیم. آره میرسیم. چه جوری برسیم؟ نمیبینی همه رو اونجا انلاف میکنه؟ پسر اگه بریم پاسگاه خیلی سخت به بازی میرسیم. از کجا معلوم؟ شاید برسیم. اینجوری میرسیم. ای خدا، قایمش کن، قایمش کن. آخه برای چی با خودت اسلحه آوردی؟ آوردم دیگه، چی کارش میکردم؟ کجا میذاشتمش؟ از سربازا همونجا، راننده همونجا نگه دار، همونجا میگم، همونجا نگه دار. خدا لعنتت کنه آیدین، ایست داده. باید اینو تامینش بدیم، این دوسته. راننده نگه دار. فکر کنم فهمیدم. ای خدا لعنت. خانم آقایون کنترل داریم، همه بیان بیرون. سرکار جیبمو زدن. چی شده؟ سرکار این یارو جیبمو زده. راست میگه؟ اینجوری میگه، منم داشتم میرفتم سمت پاسگاه. خیلی خوب دوستان، الان شکایت دزدی هم داریم، همه تک به تک بیاین پایین. یعنی چی؟ برای چی باید بریم بیرون؟ ای بابا ببین چجوری سفرمونو زهرمارمون کردن. میگن یکیشون دزده، همشونو بگردین. برو 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 بیا پایین، بیا پایین دونه دونه.
زود باشین، زودتر. برو کنار ببینم. بخواب این زمین. زود باشین. صورتتون رو ببندی. چی؟ بخواب این زمین. گفتم صورتتون رو ببندی. زود باشین دیگه با شما. بگی زود باش. چیکار داری میکنی؟ زود باش راه بیافت. کجا برم؟ مرکز مرکز، از کنترل شماره 2 یه ماشین فرار کرد. تونتر برو، تونتر. میگم تونتر برو، زود باش. یه سری تر از این نمیتونم برونم. زود باش اگه با تو نیستم. تو تر برو. تسلیم شین وگرنه شلیک میکنیم. سرتو بیار پایین. همه گی دور بایسین. نزدیک نشین. نزدیک نشین وگرنه میکشمش. چی داری میگی؟ چی کار میکنی آیدی؟ واقعا میخوای منو بکشی؟ چی داری میگی؟ من پشم نمیتونم بکشم. عداشو در میارم که ولمون کنن. مرکز مرکز، راننده گروگانشونه، اسلحه دارن. شنیدم، عقب نشینی کنید. میریم عقب، میریم عقب. ای گوش کنین. آهای گوش کنین، میریم عقب، بهتون 5 دقیقه وقت میدیم. تو 5 دقیقه اسلحتون رو بندازین و تسلیم شین، وگرنه بهتون شلیک میکنیم. عوضی ها کوتاه اومدن. بچه ها حالا یکم وقت داریم. پس ما الان چیکار کنیم؟ دونه دونه بیزننمون، نباید از هم جدا بشیم. بچه ها خواهش میکنم زودتر یک کاری بکنیم بابا، دارم یا دستگیرمون بکنم. بهشون توضیح بدیم. چی بگیم ها؟ چه توضیحی بدیم؟ خب میگیم رفتیم مسابقه سوء تفاهم شده دیگه. آه اونا ماشمون میکنن و میگن آفرین برین ها.
یه ماشین داره میاد. باید ببینیم با این پلیسان یا نه. پلی چکار کنیم؟ اینا دیگه چی هم؟ ردشون کنین، ردشون کن برن، زود باش. از اینجا برید، عکس نگیرید. با شما هم میگم برید از اینجا. ای پسر، پسر اون در باز کن. با تو هم میگم اون در باز کن. بچه ببینین، بعد باز شدن در همه به اون سمت برن، فهمیدین؟ زود باش. از اینجا برید، وای عزیز. زود باشید، زود، سریع. ای با شما نیستم، میگم برید دیگه. ای بابا برید سریع در، سریع دست عباش برو دیگه، عکس نگیر. یکم دیگه همه جا به هم میریزه. بعدش همه تون با سرعت بدو این برین تو اون زمین ها. چشی؟ منم پشت سرتون میام دیگه داداش. راننده تو هم برو یه جا قایم شو. باشه؟ اون فندک تو بده ببینم. چی؟ فندک رو بده، فندک. رئیس دارن فرار میکنن. برید دنبالشون، وایسید، بیاید دنبالشون. بیاید عقب، بیاید عقب، مواظب باشید، بیاید عقب. مرکز، اونا اتوبوس ما منفجر کردن. فوری منتظر کمکیم. متوجه شدم، تمام. کجا رفتن؟ از اون طرف رفتن. کمک کنین، بیاین اینجا کمک. مرکز ما یه مجروح داریم. لعنتی. کسی پشت ما نیست. ببین اونا خبرنگار بودن، اگه عکسامونو گرفته باشن چی؟ اگه ما رو بشناسن چی؟ ما صورتمون بسته بود دیوونه. اما تو اتوبوس ما رو دیدن. پسر ما چند تا محصلیم، چجوری ما رو یادشون میمونه؟ این فکر رو ولش کن، بیاییم بریم. زود باشین، زود باشین بریم، زود باش. مطمئنی اونا بودن؟ آره، آیدینم بود، بقیه هم بودن، اما اون سر کرده بود. یه تفنگم داشت. آره تفنگم داره، قبلا دیدم. اینا میدونو خالی دیدن. آقا آیدینم داره حسابی میتازونه. فکر کنم وقتشه که خودمونو یادشون بیاریم.
حتی یه لقمه هم نخورد. دنیز، دنیز. بله. تو چرا غذا نمیخوری؟ ولی بعضی وقتا تو خودت هم نمیخوری. تو چرا نمیخوری؟ تو خیلی دختر باهوشی هستی. این منو متعجب میکنه. چرا؟ چون تو دختر مامانتی. حالا چرا اونجوری وایسادی؟ چون خودمو تنبیه میکنم. چرا؟ چون غذا نمیخورم. تو چرا وایسادی؟ منم خودمو تنبیه میکنم. چرا؟ چون نمیتونم خوشحالت کنم. همه چی رو به راهه؟ آره. میشه بپرسم چی کار میکنی؟ خودمونو تنبیه کردیم. فهمیدم. بچه ها دستتون درد نکنه، دیگه تمومه. خونه دار خونهش، اونی هم که نداره میتونه اینجا بخوابه. ای بابا آبجی، تو شوخی نکنی نمیشه. یعنی تو خوشت نیومد عزیزم؟ شبتون بخیر، میبینم. شبتون بخیر. شبتون بخیر. میبینمت. باشه باشه میبینمت. اگه میخواین زنگ بزنم از جمیله خانم بپرسم. نه نیازی نیست، من خونه رو بلدم. هر جور خودتون صلاح میدونین. منم دیرم شده، باید اینجا رو ببندم و برم. معذرت میخوام. درسته، ببخشید. خدا نگهدار. روزتون بخیر.
سرتو بیار بالا ببینم. سرتو بیار بالا. بیا بالا بیا بالا بیا بالا. پاشو پاشو پاشو. او ببین چی اینجاست. تو ماشین من چی کار داری شما؟ این ماشین شماست آقا. من نمیدونم مال کیه. نکنه مال شماست. نه عزیز من، من ماشینم کجا بود؟ خدا سب کن ببینم، بازم داری سر به سر من میذاری؟ ای بابا من عصبانی نکن، زود پیاده شو، زود باش. فکر کردی تو ماشین تو میمونم؟ برو. ای بابا میگم از ماشینم برو پایین، چی کار میکنی؟ حالم بده. چی شده؟ حالم بد شد، حالم خیلی بد شد. ای خدا سرم گیج میره. اون زیر چی میخوای؟ گوشواره، گوشوارم گم شده، دارم دنبالش میگردم، خیلی برام مهمه، نگینش الماسه، میدونی خیلی گرون قیمته. دیوونه ای؟ ای بابا اصلا چرا دنبالش میگردم؟ یه نوشو میخرم. میگم تو دیوونه ای؟ ها؟ نه خیر دیوونه نیستم، تحت یه شرایطی ممکنه دیوونه به نظر بیام، اما دیوونه نیستم آقا. وقتی روم سوس میریختی چه شرایطی داشتی ها؟ ای بابا من نریختم، یعنی ریختم، اما بعد از اینکه تو ریختی منم سس ریختم. ای بابا خستم کردی، پیاده شو بابا، پیاده شو. ای بابا به این زود باش، پیاده شو. باشه باشه دارم میرم. تو از دهات ماشین ندیده ها اومدی؟ نمیتونی در رو یواش ببندی؟ نوبرش آوردی ندید پدید کوچولو؟ من میگه کوچولو مگه اینکه دستم بهت نرسه؟ بیا آقا چیز باش ماشین تو انداز بوده یه با داری بازی میکنی. کنار کنار. خیلی خواهد شروع کنی بلو این طرف. سب کن الان درستت میکنم. اینم از برگ زردت. خوش اومدی جمیله. صورتت گرفت از چرا؟ چی شده؟ بگو چی نشده مامان، چی نشده؟ خیر باشه. سلام. سلام جمیله خانم. نمیشه خانم، نمیشه. من نمیتونم، نمیتونم دنیزو خوشحال کنم. چی شده؟ چی کار کرده؟ غذا نمیخوره، حرف نمیزنه، بازی نمیکنه، حتی با سلیمان بازی نمیکنه، نمیخواد ما رو، اصلا نمیخواد. سب کن سونش، سب کن. بذار یکم فکر کنم. بذار عجله نکنیم، با همدیگه فکر کنیم و تصمیم بگیریم. البته اگر تو رو نخوادم به زور نمیشه کاری کرد. بذار فکر کنیم. باشه هرچی شما بگی. رهبر حزب آزادی و وطن با آرای اعضای این حزب فردا انتخاب خواهد شد.
امروز یک اتوبوس شهرداری توسط یک گروه نقابدار دزدیده شد. طبق گزارشات پلیس گمان می رود این اتفاق توسط گروه آنارشیست افتاده است. همینو فقط کم داشتیم. مردانی که اتوبوس را به آتش کشیدن بدون هیچ ردی فرار کردن. برای دستگیری این گروه پلیس ها در تلاش هستند. گروه تروریستی آنارشیست ها باعث ایجاد و اون اتوبوس اموال عمومیه. پولش از کجا میاد؟ از من و تو میگیرن دیگه. چرا آتیشش میزنید آخه؟ برای چی آتیشش میزنین آخه؟ بابا اونا هم که احمق نیستن، لابد یه فکری کردن دیگه. شاید از رو قصد نبوده، مجبور شدن. یعنی مثلا چجوری؟ نمیدونم. غذا تو بخور، حرف زیادی هم نزن. لعنت بر شیطون. صبحت بخیر. خیره. منتظر شما بودم. میخواستم راجع به یه چیزی حرف بزنم. چه اتفاقی افتاده؟ داشتم میومدم کارگاه، اونجا با هم حرف میزدیم. مشکلم هم در همین زمین است. فکر کنم من دیگه نتونم بیام کارگاهتون. کارمو باید ول کنم. چرا؟ چیزی شده؟ یعنی از دیروز تا امروز دخترها چیزی بهت گفتن؟ بگو ببینم، اونا اذیتت کردن؟ نه 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 نه، همچین چیزی نیست. پس چه جور چیزیه؟ درباره یه نفر به اسم زیا باهاتون حرف زده بودم، یادتون میاد؟ نامزد سابقم. خب آره. دم کارگاه دیدمش. معلومه فهمیده که اونجا کار میکنم، پیدام کرده. خب الان بیکار بشی چی میشه؟ چه جوری زندگی میکنی؟ توی هتل کوچیک زندگی میکنم. برای چند روز پول دارم، بعد از اونم خب یه کار دیگه پیدا میکنم. همون کارایی که از قبل میکردم و انجام میدم. میرم رخت میشورم یا پرستار بچه میشم. به نظرم کار خوبیه. بچه ها رو خیلی دوست دارم، با اونا خوب کنار میام. برای همینم این کار رو خیلی دوست دارم، به هم روحیه میده. تو قبلن از این کارا میکردی؟ آره، کارم همین بودم. ما بعدش گرفتار شدم و دیگه ادامه ندادم. بعدش هم که اومدم پیش شما کار کردم. خانوادت چی؟ اونا کمکت نمیکنن؟ متاسفانه اونا زنده نیستن. چند سال پیش یه تصادف کردیم. مامانم، بابام و داداشم تو اون تصادف مردن. متاسفانه فقط من زنده موندم. با هم بیا. بیا دیگه. خوش اومدی. دوست داری توی این خونه کار کنی؟ اینجا باید چی کار کنم؟ از یه دختر کوچیک و شیرین نگهداری کنی. این دختر کوچیک و شیرین کیه؟ نوامه. سونر خان، جمیل خانم اومدن. اومدن؟ باهاشون هم یه خانم جوون اومده. کیه؟
من نمیشناسمشون. یعنی چی؟ گفتن یکی که دنیز دوستش خواهد داشت. معلم؟ بهتره بگیم پرستار. اصلا نگران نباش، آروم باش. خب چی میتونم بگم جمیله خانم، یکم هیجان دارم دیگه. الان سونر پیداش میشه. آه. سلام، بازم خوش اومدی. سونر داره میاد؟ اومدن. خوش اومدی. اینجا چی کار داری؟ من از کجا میدونستم اینجا خونه ی توه؟ ای بابا، خانم لطفا زود باشین این خونه بریم بیرون. یالا را بیافتین. آقای محترم یکم مؤدب باشین، جمیله خانم از من خواستن. جمیله بیا. خانم شما اینو آوردین؟ آره. چرا؟ میتونم بپرسم؟ به خاطر دنیز. به خاطر دنیز؟ چون دنیز هیچ کدوم از پرستاراشو تا به حال دوست نداشته. خب. به خاطر همین. نکنه شما اینو آوردین تا پرستار دنیز بشه؟ این نه، بهار، بهار، اسم من بهاره. شما اینو میشناسی؟ بهار، بهار. خب هر کی که میخوای باش. صداتونو بیارین پایین آقا. این نمیشه جمیله خانم، این یکی اصلا نمیشه. آره راست میگن، حق با ایشونه جمیله خانم. نمیشه، من پیش این آقا کار نمی کنم. تو راجبه من حرف میزنی و با انگشت نشونم میدی؟ اجازه بدین حرف بزنی. آره درست مثل کاری که تو کردی. حق نداری به من بگی تو. آره میتونی بگی آقا سونه. سونه تو فقط میتونی به من بگی. شما تو حق نداری به من بگی. چون اونقدی ارزش داری که بهت بگم تو. این زن نمیتونه تو این خونه بمونه به هیچ وجه. التماس هم بکنی نمیمونم. من التماس تو بکنم برای چی باید این کارو بکنم؟ خندم گرفت والا. آره بخند، بذار منم نگات کنم و بهت بخندم. بذار یکم حرف بزنی. خودت خبر نداری چطوری میخوای بچه پرستاری کنی؟ تو الگوی مناسبی هستی، از رفتارت مشخصه. رفتار من چشه؟ بگو ببینم رفتار من چشه. هی برو عقب، عقبتر، اونجوری برام چش قرم نرو. تو میخوای منو بترسونی؟ تو به من میگی برم عقبتر ها؟ تو به من میگی برم عقبتر؟ یه نگاهی به خودت بنداز. تو فکر میکنی کی هستی؟ صداتونو ببری. شما چتون شده؟ من نمیفهمم. بگی ببینم شما با هم دیگه چه مشکلی دارین؟ شما هم دیگه رو میشناسی؟ نه نمیشناسی. بهتر که نمیشناسی. ماشاءالله مشخصه که نمیشناسی. جمیله خانم این زنه بهار. همین بهار چند مدت جلو راه من سبز میشه. تو کبابی توی محله پشت ماشین میگه الماس، میگه گوشواره، چرت و پرت میگه، دری بری میگه، معلوم نیست چی میگه. اصلا دیوونه است. دیروز اومدم خونه دیدم لباسام قرمزه، انگار افتادم تو رب گوجه. کار این زنه بود. بله سلیمان، اون چه حرکتی بود؟ ها تو داری چی کار میکنی؟ سونر خانم متوجه نشدم. تو به این زنه بهار، تو به این بهار سلام میدی؟ اینجا چه خبره؟ به این سلام میدی؟ خواهش میکنم سونر خانم، شما این روزا خیلی حساس شدیم. سلیمان، جمیله خانم من اینو نمیخوام. بهار، من این بهار رو نمیخوام. جمیله خانم منم این یارو رو نمیخوام. سونر، این سونه رو. من اصلا نمیفهمم شما چی میگی. معذرت میخوام جمیله خانم، ولی من دیگه بیشتر از این نمیتونم اینجا بمونم. با اجازهتون باید برم. خدا شکره، بفرمایی. خیلی خوب شد، به سلامت. خود به خود موضوع حل شد. این دیگه کیه؟ سونر. بله. بهار مربی باله زهرا بود. پلین و زهرا خیلی دوستش دارن. اونو. آره، اون تو کارگاه من کار میکرد. در ضمن خیلی هم زن خوبیه. اون قبلا سر و کارش با بچه‌ها بوده. خیلی هم زن پرشوریه. جمیله خانم شما دارین راجع به خانمی که الان اینجا رفت صحبت میکنین؟ آره. نه اشتباه میکنین. این اون زنی نیست که شما میگین. مگه ندیدین یه دیوونه است؟ معلوم نیست چه میگه. اون یه احمقه. من اجازه نمیدم اون از دنیز پرستاری کنه. چنین چیزی اصلا ممکن نیست. این بی انصافیه. جمیله خانم شما دارین اشتباه میکنین. این زن اونطوری که شما فکر میکنین نیست. به خدا نیست. پس چی کار کنیم؟ حالا چی میشه؟ یعنی من دنیزو ببرم ازش پرستاری کنم؟ نخیر. نخیر مخیر نداره. باشه، من دنیزو میبرم خونم. زود باش دیگه، بچه رو حاضر کن، میخوام ببرمش. ولی سونری یه چیزی رو بدون، این بچه بازیچه نیست. این خونه اون خونه نمیشه. این دفعه ببرمش دیگه هیچ وقت بچه رو بهت نمیدم. برای همیشه پیش خودم میمونه، همیشه. همه ما سعی کردیم کمکت کنیم، حتی این وجب بچه.
اما تو وقتی نشه میگی نمیشه. بازورم که نمیشه چیزی رو بهت فهمون. من دنیزو با خودم میبرم. تو هم دوست داری برو لندن، برو قطب جنوب، هر جایی که دوست داری. زود باش دیگه، زود باش، دنیزو آماده کن. جمیله خانم، شما باز از دست من عصبانی شدی. بذار یکم من عصبانی شم. جمیل خانم، یعنی شما میگین که اون بهار، اون بهار، 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 شما فکر میکنین واقعا برای دنیز فایده داره؟ شما مطمئنی؟ ای بابا سونر، مگه ما داریم اینجا رول بازی میکنیم؟ اگه ازش مطمئن نبودم چرا باید میآوردمش اینجا؟ این تویی که باید تصمیم بگیری. حالا اگه نمیخوای جمیله خانم، بله، شما یه ساعت به من مهلت بده لطفاً، فقط یه ساعت باشه؟ خیلی خوب، باشه. پس من الان میرم پیش دنیز، یه ساعت دیگه میبینمت. سلیمان. بله سونر خان. تبر. بله. تبر، برو برام تبر بیار. دنیز، مامان بزرگ، دلم برای تنگ شده. آی دختر خوشگل من، دختر قشنگ من، دلم برات یه ذره شده بود. اوه مولت برام، اوه عزیز دلم. به بابام گفتم که دوستش دارم ولی هیچ فایده این نداشت، نتونستم گرگ درنشو از بین ببرم. این تقصیر منه عزیزم. تقصیر تو نیست که، چرا باید تقصیر تو باشه؟ دختر خوشگل من، تو هیچ گناهی نداری عزیزم. براتون شیر و بیسکویت آوردم. بیا اینجا بشین عزیز دلم، بیارش اینجا، بیا عزیزم بخورش، شیرتو بخور. چم بخور مون بوسو؟ باشه منم میخورم. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. بیا بخور عزیزم. او یکم هم من بخورم. الان دیگه میتونم جمیله خانم رو ببینم. برم بهشون خبر بدم. قبوله. چه قبول؟ قبوله، چند روز امتحانش میکنیم. اونو منظورم بهاره، بهار خانم، برای چند روز به عنوان پرستار یا دایه دنیز امتحانش میکنیم، مشکلی نیست. ولی دیگه بهار رفته، میاریمش. یه ساعت پیش فهمیدی؟
چه چیزایی بهش گفتی؟ فکر میکنی برمیگرده؟ اون برمیگرده، سلیمان میره اونو میاره. تو از خونت بیرونش کردی؟ سلیمان چجوری میخواد بیارتش؟ بازور اسلحه؟ خواهش میکنم شما دخالت نکنین، بیشتر از این همه چیز خراب نکنین. من میرم پیداش میکنم و به یه نحوی باهاش حرف میزنم. نمیدونم فایده داره یا نه. سلیمان تو هم با جمیله خانم برو، زود باش. تو داری چی می‌نویسی؟ به تو چه؟ پسر اون شعره. بزخال تو داری شعر می‌نویسی؟ نه اینکه بلدی. حالیمه بلدم. باران بارید و رعد و برق زد. پسر نزن تو سرم. 10 تا از سلولای مغزم می‌میره. چیه؟ می‌بینی پسر، معروف شدیم. قایمش کن، قایمش کن. انگار افتخاره. آره افتخاره. بلند شو بریم. باشو. سلام علیکم. علیکم سلام، چه خبر؟ سلامتی، تو خوبی؟ خوبم. امشب چی کاره ای؟ هیچی، خونم. اگه میخوای بیا خونه ما، امشب فوتبال نشون میده، لیگ اروپا، ما هم تماشا میکنیم. مادرم اینا هم نیستن، رفتن خونه داییم. اگه خواستی شب هم پیش من بمون. باشه داداش میام. بچه تو نمیای؟ نه داداش من نمیام، تو برو. سلیمان خیلی براش ناراحتم. سونر اصلا حالش خوب نیست. برای اون خیلی سخته. درسته خیلی عصبی و جدیه، ولی قلبش مثل یه بچه میمونه. متاسفانه صدمه خورده. بهارم رفت، حالا من کجا باید دنبالش بگردم؟ خبر دارین کجا میمونه؟ گفته بود توی هتل تو خیابون فاتح. پیداش میکنیم جمیله خانم، پیداش میکنیم. شما میرین کارگاه؟ نه میخوام برم پیش پلین، اونم سر مسئله زهرا یکم ناراحته. خیلی ناراحت شدم. امروز امتحان ادبیات داشتم. مامان چی میشه؟ صفر میگیرم؟ نه عزیزم صفر نمیگیری. من با معلمت حرف میزنم، میگم که مریض بودی، بعدن ازت یا امتحان بگیره یا شفایی بپرسه. ببین چه غذایی برات درست کردم. صافشی؟ آفرین مامان. جونم عزیزم، دیروز اومد چرا اون کارو کرد؟ یعنی اون چرا اون حرفا رو گفت؟ اسمش اکرامه. من میدونم خونه اون مرد کجاست. مامان به پلیس بگیم تا بره اون مرد رو دستگیرش کنه. تو غذا تو بخور عزیزم. الو. الو سلام پلین، حالا چطوره؟ زهرا خوبه؟ نه زیاد خوب نیست. هاکان پیشمه، میتونیم بیاییم با زهرا حرف بزنیم؟ یا اینکه تو زهرا رو با خودت میاری؟ احمد بهتره که من خودم تنهایی با زهرا حرف بزنم. واقعا؟ آره اینطوری بهتره.
پرین تو مطمئنی؟ آره مطمئنم. باشه، هر طور راحتی. شب میبینمت. میبینمت پلین. میخواد خودش تنهایی با زهرا حرف بزنه. من میرم یکم قدم بزنم. باشه. مته حالش خوبه؟ خوبه. نگران توه. کاش میتونستین همدیگر رو ببینیم. آخه داداشم همش مراقبمه، نمیذاره پامو از خونه بذارم بیرون. حداقل یه زنگی بهش بزن. بابا نمیتونم، اون چارچشمی مراقبمه، هر کاری میکنم سوال پیچ میکنه، نمیذاره برم. خب یعنی وقتی اون خونه نیستم تو نمیتونی؟ اون امشب خونه نمیاد، ولی من نمیتونم شبا برم بیرون، امکان نداره. امشب؟ آره. آره چطور؟ تو شربت دوست داری؟ نه خیلی هم دوست ندارم. اما باشه، ولی تو امشب بگو که حواس شربت کردی. یعنی چی؟ این چه ربطی داره؟ شربت چی؟ شربت دیگه. در ضمن خیلی هم ربط داره. شما خونتون کدوم وره؟ توی هفت قله. باشه خب، امشب یه شربت فروش میاد توی کوچه‌تون، تو برو ازش شربت بخر. باشه. وای داداشم، داداشم داره میاد. وای خدای این دفعه که منو میکشه. باشه، من قایم شو. رفیق منو نگاه کن، اونجا وایسایی داره کتاب میخونه، انگار خلاصه کتابو داره میکنه تو مغزش. به جای خلاصه کتاب بگیم کلمه کلمه حفظش کنه. را بیفتیم بریم. رفت. امشب یادت نره. قصاصو تموم کردی؟ آفرین. کی زنگ زده بود؟ بابات زنگ زده بود، نگرانت بود. من خوبم، بهش میگفتی؟ گفتم. مامان چرا اونجوری نگاه میکنی؟ زهرا، من باید با تو حرف بزنم، باید یه چیزایی رو برات توضیح بدم. دخترم بگو. خب چیزی که میخوام بگم گفتنش آسون نیست، ولی دیگه وقتشه که با تو حرف بزنم. مامان چیزی شده؟ چیز تازه‌ای نیست، ولی تو خبر نداری، شاید برای تازگی داشته باشه. شایدم
یکم نراحتت کنه. مامان چی شده؟ اون مرد یعنی اکرام، همون مهدی که منو برد خونشون. اون بهت یه چیزایی گفته بود. آره، ولی مامان من حرفاشو باور نکردم. به تو هم گفتم که اون زخرا دخترم، اون مرد پدر بزرگ توه. اونم همینو گفت. ولی پدر بزرگ من مرده، درسته مامان؟ مگه نه؟ هاکانو که میشناسی؟ امو هاکان؟ آره، اون مرد پدر هاکان. پس امکان نداره اون مرد پدر بزرگ من باشه؟ دختر خوشگلم، اون مرد پدر بزرگته. هاکان پسر اکرامه. هاکان بابای توه. ولی بابا، بابات من قبل از اینکه با احمد ازدواج کنم با هاکان ازدواج کرده بودم. هاکان پدر توه عزیزم. من و هاکان از هم طلاق گرفتیم و من با احمد ازدواج کردم. هاکان تا اون موقع اینجا نبود. ما هم نتونستیم واقعیت رو بگیم. میخواستم بگم اما منتظر بودم یکم بزرگتر شی. ولی اکرام قبل از ما این کارو کرد. حرفایی که میگفت واقعی بود؟
سارا. هلی دخترم چی شده؟ جواب بده ببینم چی شده؟ ها؟ گفتم. چیو گفتی؟ همه چیو به سهرا گفتم. دختر عزیزم بابا زهرا عزیزم من اومدم. مامان بزرگت عزیزم. سلام پسر، چه خبر؟ سلامتی، تو چه خبر؟ هیچ. داری با ایچه فکر میکنی؟ امروز دیدیش؟ دیدمش. حالت چطور بود؟ خوبه، بهت سلام رسوند. درسته که چیزی نگفت ولی عشقشم فرستاد. من از نگاش فهمیدم. راستی اگه نظر منو بخوای میتونی امشب ببینیش. مثلا چه میدونم، میتونی برای شربت ببری. در رو برون باز نکرد، با هم حرفم نزد. اینجوری نمیتونیم منتظر بمونیم، باید یه کاری بکنیم. سرم چی کار کنیم؟ در رو بشکنیم؟ همون اینجوری نمیشه، اگه لازم باشه میشکنیم. بازم زندگی دخترم زیر و رو شد، دیگه از این بدترش نکنیم. مامان خیلی میترسم، اگه یه وقت بلایی سر خودش بیاره چی؟ خدا نکنه عزیزم، خدا نکنه عزیزم. دخترم تشنم شد، من الان برات میارم. مامان بزرگ تو برام آب میاری؟
زهرا خیلی دلش از ما شکسته، خیلی ناراحته. بیشتر از همه از دست پلین و احمد ناراحته. ما خیلی بهش بد کردیم. دیگه کاریه که شده حاکم. از این به بعد باید ببینین چی کار باید بکنین. شما مجبورین دوباره دل زهرا رو به دست بیارین. کاش میدونستم چجوری این کار رو بکنم. خداحافظ. 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 جمیل خانم سلام. سلام. خسته نباشین، مثل این که تعمیراتو شروع کردین. ممنون. بله شروع کردم. اگه وقت داشتی میخواستم چند تا سوال در مورد خونه ازتون بپرسم. البته بپرسین. میشه بریم تو حیاط؟ باشه، هر طور میلتونه. بریم. وقتتون رو میگیرم ولی دوست ندارم کاری بکنم که شما دوست نداشته باشید. همه ترک و قسمت های ریخته این حوض رو تعمیر میکنم و بعد رنگش میزنم. و اینکه دوست دارم کنار این دیوار و این درخت یه آلاچیق درست کنم. بعضی از دیوارام که سنگاشون ریخته رو درست میکنم. گلم میکنم و این باغچه رو جمع جورش میکنم. خیلی خوشگل میشه، مطمئنم. توی خونم تعمیرات لازم داره، میشه ببینی؟ باشه. برای نمای ساختمون میخوام از این رنگ استفاده کنم. نظر شما چیه؟ خیلی خوبه. توی خونه و سقفم این رنگی میشه. شاید طبقات بالا روی رنگ دیگه بزنم. خوبه. تو آشپزخونه هم چند تا چیز هست. درهای کابینت ها کلن پوسیده شده، میخوام عوضشون کنم ولی فعلا یه تعمیرات کوچیک لازم داره تا یه مدت کار کنه. خیلی خوب میشه. سفر. اینجای سقف آب نشت میکنه. این دیوارم رطوبت داره. رفتم پشت بوم دیدم که ناودونا شکستن، اونا رو عوض میکنم. کف زمینم پوسیدگی داره، باید چند تاشون عوض بشه. در آخرم یه رنگ جلا به همشون میزنم. کار زیادیه، همشو خودتون انجام میدین؟ آره میشه یواش یواش انجام داد. اینایی که شما گفتین هزینش مربوط به صابخونه میشه، میدونین؟ حالا من شروع به کار میکنم، بعد راجبش با هم صحبت میکنیم. درسته، اما خواهش میکنم حتما به من بگیم. باشه. حتما. باشه. دیگه فکر نمیکنم چیزی باشه. باشه. چای دم کردم، شما میخورید؟ چای خوبی دم کردم. باشه، یه چای بخور. باشه، پس شما بفرمایید بشینید. ای وای. قند؟ نه نمیخورم. خیلی خوشبوه، دستتون درد نکنه. حواس کرده بودم. انگار روز سختی داشتین، خسته به نظر میایین. بگین کدوم روز سخت نبوده؟ زندگیه دیگه، عمرمون داره با درد و مشکلات میگذره. میدونین چیه، قبلنا فکر میکردم وقتی به این سن میرسم آرامش پیدا میکنم، ولی دردام به جای کم شدن بیشترم شدن. درست مثل حرفی که اوزان میگفت، دوست و دشمنم و روز سختی شناختم. اول با یک درد شروع شد و به 100 درد رسید.
کدوم اوزان این حرف رو زده؟ پسر پیر سلطان. شما سازم میزنین آره؟ سعی میکنم بزنم. یه بار شنیدم صداتونم خیلی خوبه. سعی میکنم، دوست دارم، به خاطر همین. میشه یکم ساز بزنین؟ من تا حالا جلوی کسی این کارو نکردم. اون روزم شما منو غافلگیر کردین. باشه، هر طور راحتی. پس من با اجازتون برم. خیلی ممنون. یه چای دیگه؟ نه خیلی ممنون، تو کارگاه کار دارم. باشه، شما زحمت نکشین، نیاین پایین، من خودم میرم. هر طور راحتید. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm hayli zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. بازم برای یه جونم اومد. ایبو خیلی خیلی خوشحالم. چی شده؟ مگه خبر نداری؟ امشب میای خونمونو ازم خواستگاری میکنی؟ نه بابا، تو منو احمق فرض کردی. آره من دیگه پامو تو اون خونه نمیذارم. اوف میای ایبو میای، من حلش کردم، مطمئنم منو بهت میدی. آره دفعه قبلم اینطوری گفتی ولی دستمزدمو دادی. ولی این دفعه دیگه فرق میکنه، حالا میبینی. ببین اگه نشه چی ها؟ بازم داره حرف خودشو میزنه. میشه دیگه بگم ها، من هیچ چی پول خرج نمی کنم دیگه، گل و شکلات نمی خرم. باشه
نفسم چیه؟ بریم صندلی عقب. تو مثل حیوانی.